خب سوال چیزی هستش؟ ای کاری داشتیم من نقلم سلام مرسی خیلی ممنون. خب سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم تو مدرسه پردیس و آموزشگاه هدف شهر. خوشحالم که در خدمتتون هستم، ممنونم از حضورتون و ممنونم از اینکه تو کلاس با ما همراه هستید. امیدوارم بتونیم یه روز خیلی خوب رو با هم داشته باشیم و بتونیم کارهای بزرگی رو بکنیم. شاید خیلی از شما دوستان بنده رو بشناسید و شاید قبلا سر کلاس های من حضور داشته باشید و قبلا تجربه این کلاس رو داشته باشید، اما امروز میخوام یه استارت بسیار پرقدرت و خیلی درست و درمون توی ادبیات کنکور برای شما بزنید. این ادبیات کنکوری که این روزها تبدیل به یک چالش شده برای بچه‌های کنکوری، هر چقدر معلم‌ها، هر چقدر مشاورین در مورد ادبیات روزه می‌خونن، هی حرف می‌زنن، هی دانش آموزا باورشون نمیشه که این ادبیات کنکور واقعاً بدقلق‌ترین درس شده. یه آماری که من می‌خوام خدمت شما دوستان عزیز بدم اینه که توی کنکور سراسری 99 ظاهراً توی هیچ رشته‌ای ما درصد 100 ادبیات نداشتیم. حالا از دوستانی هم که پشتیبانی هم من ممنون میشم چت بچه‌ها را به من بدن که من با بچه‌هام در ارتباط باشم. خیلی 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 ممنون. بچه‌ها صدای بنده هم دارن درسته؟ الان چت شما برای منم اومد عزیزان. روزتون باز هم بخیر. دوستان دیگه هم دارن به کلاس اضافه میشم، اما چند تا نکته بعد بهتون بگم بعد بریم خدمتتون عرض کنم که کار رو شروع کنیم و حرفای اساسی رو به شما بزنم. امروز نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم روزه بخونم که آی این شکلیه و این جوریه و اینها. میخوام بیشتر درس بدیم که اگه دانش آموز من 15 دقیقه در واقع بین کلاس قبلیش تا اینجا فاصله بوده، روز جمعه اومده کلاس، حداقل ازش استفاده کنه. یعنی بگیم یه نتیجه بسیار مثبت و بسیار خوبی براش حداقل این کلاس اومدنه ایجاد کرده. ببینید این تجربه 9 سال کاری که من در زمینه کنکور داشتم به من اینو ثابت کرد که حداقل ادبیات کنکور میتونه یک نجات دهنده باشه. علت چیه؟ علت نوع غلط درس خوندن شما تو درس ادبیاته. همتون کلاس ادبیات رو بچه‌ها تجربه کردید. یه کلاس خواب‌آور که این معلمی میاد از روی متن کتاب درسی میخونه، شما فقط خط میکشی، این کنایه از این، این استعاره از این، این مجاز از این، یه موقعی مثلا نمی‌نویسی و منتظر رفیقتی که بعداً ازش بگیری. کلاس ادبیات چیزی جز این برای شما نبوده و قرار این سده بشکنه. همه مردم ما اعتقادشونه که خوندن درس ادبیات به این شکله و خب این اتفاق بدیه و باعث میشه این میانگین درس ادبیات تو کنکور هی پایین و پایین و پایین تر بیاد. ما مثلا میگم توی کنکور تجربی 98 بدترین اتفاق ممکن رو داشتیم. بچه ها ما تو کنکور تجربی 98 هیچ دانش آموزی رو نداشتیم که ادبیات رو بتونه 100% جواب بده. فقط 25 سوال نتونستن، هیچ کس نتونست به 25 سوال درس ادبیات پاسخ بده و این اتفاق ناگواریه و باید این صد یواش یواش شکسته بشه و ادبیات این در واقع قدرتمندیش رو یکی بشکنه و ما انشالله بتونیم درصد 100 و درصد خوب رو داشته باشیم و چه بسا درصدهای بسیار عالی که اگر دارم تاکید میکنم اگر شما تو کنکور سراسری ادبیاتت رو بالای 70 بزنی این اتفاق خیلی خیلی مثبته. اصلا نیومدم حرفای سردرد بیار بیارم و حرفای تکراری، یعنی هر همکاری جای من اینجا درس میداد برای شما میمد شروع میکرد از دهم، از یازدهم، از مطالبی قبلا شنیدی و آمادگی ذهنیشو داری، یه سری مطالب میومد روشون صحبت میکرد، ولی من سیاوش بازوکی الان قراره برای شما از 12 حرف بزنم. یعنی ما قراره تو جلسه اولی که همدیگر رو میبینیم، نه من سطح تو رو میدونم نه تو سبک کار من رو میدونی، میخوام یه گذری به سال 12 بزنیم، چیزی که سال بعد مهر ماه باید شروع کنی بخوندن که البته مهربان بسیار دیره. دانش آموزایی تو کنکور موفقن که استارت قدرتمندشون از وسط تیر ماه بزنن و یه تایم خیلی خوبی رو روی دروسشون وقت بذارن. میدونم که همتون نسبت به تست ادبیات همیشه دور بودید، همیشه از تست دور بودی. امروز میخوام یکی دو تا مبحث رو ببندیم که اگه سیاوش پازوکی هم نبود و اگه شما شاگردش نشدی حتی از این کلاس یک ساعت و نیمه بتونی نهایت استفاده رو ببری و بتونی ازش درصد بکشی بیرون توی کنکورت، حتی یکی دو جلسه مفید فوق العاده در واقع کاربردی و به درد
بخور. دو تا حرفو میخوام صحبت بکنم. ما توی کنکور سراسری برای درس ادبیات، چه بچه ریاضی، چه تجربی، چه هنر، چه زبان، چه خارج کشور، همه بچه‌ها 25 تا سوال دارن از کتاب 10 و 11 و 12. ما میخوایم بریم تو بحث 12 هم یه قسمتی از آرایه های ادبی رو تو سال 12 هم صحبت بکنیم و در نهایت بعد از اون در دستور زبان یه سری حرفا رو دارم. یه سریتون ممکنه این جزوه رو گرفته باشید، پرینت شده داشته باشید، ممکنه نداشته باشید. این اصلا و ابدا برای من چیز نگران کننده ای نیست. هم کلاس داره ضبط میشه، هم جزوه فایلش در اختیار شما هست. توی گروه هاتون من شنیدم که براتون قرار دادن، پس نگران نوشتن یا نوت برداری فلان و بیسار اینا نباش. هم این فیلم هم خدمتتون عرض کنم که اون جزوه خامی که بهت میدن خیلی به تو کمک خواهد کرد. میخوام بریم یه سری مباحث پیریزی کننده برای ادامه مسیرمون توی سال 12 رو شروع بکنیم. هر بایی که اولش میذارم کسالت آوره، میگه آقا اینا چیه، اینا کجاشه، بعد یهو ازش چیزی میسازم و بعد وارد یه سری تست میشیم. اگه همه حرفای منو تا اینجا شنیدن یه اوکی برای من بذارن تا برم من کارمو شروع کنم. ان شاءالله به حق علی بتونیم با هم یه تعامل خیلی خوب و عالی داشته باشیم. هر موقع تو چت ازتون کمک خواستم دوست دارم که خیلی پرشور، خیلی پر انرژی جواب بدی که من بتونم اون انرژی رو ان شاءالله به حق علی به تو برگردونم. عزیزم دست شما درد نکنه، بریم سراغ درسمون. اول یه نگاهی به این جزوه میندازم و یه سری صحبت ها روش انجام میدم. این جزوه رو ببینید. اول صحبت من توی این جزوه خدمت بزرگوارتون عرض کنم که اگه این بالا بیاد، خب اینو باید بزنیم تا اجازه نوشتن فکر میکنم به ما بده. خب اما این جزوه رو ببینید. جزوه اول قسمت دستور زبانشه که خب باش آشنا هستید، میدونید باید چی کار انجام بدید، صحبت میکنیم در موردش. پارت بعدی پارت آرایه ادبی مونه که آرایه اسلوب معادله رو میخواییم در موردش صحبت بکنیم. پیشنهاد من اینه که اول بریم با اسلوب معادله صحبت هامون رو شروع بکنیم و بعدش ادامه مطلب و ادامه داستان رو صحبت بکنیم. فقط از دوستانی که پشتن اتاق فرمانن من ازشون یه کمک میخوام که این قدمه این رو باید با چجوری فعالش کنیم ممنون میشم. آره اگه یه کمک بکنن به ما ما بتونیم کارمون رو شروع کنیم. خب من الان با شما چند دقیقه صحبت کردم و یه ذره با هم دیگه حرف زدیم. این حرفایی که من زدم تشکیل شده بود از یک سری جمله. این جمله های من شامل یه سری کلمات بودن. ما یه سری کلمه داریم، این کلمات کنار هم دیگه در واقع جملات رو تشکیل دادن. هر کلمه از یه سری حرف درست شده و این حرفا رو ما بهش تو ادبیات میگیم واج. پس ما کوچیکترین جزئی که در زبانمون وجود داره واجه. هر کلمه‌ای که صحبت می‌کنی یه سری حرف کنار همه که تشکیل دهنده چی رو میدن؟ واژ‌ها. واژ‌ها کنار هم کلماتو درست می‌کنن و کلمه‌های کنار هم تبدیل به یک سری جمله میشن. تا اینجا حرف منو داشته باش. اما می‌خوام ببینیم حروف زبان فارسی چند هستن. ما دو دسته حرف داریم بچه‌ها در زبان فارسی. دو مدل واژ. واژ‌های ما یا صامت هستند یا مثبت. اینو باید شما بشناسید. میخوام بگم که اینا کجا به کار میاد. ما در آرایه ادبی، در آرایه های مثل جناس، در آرایه های مثل مراعات و نظیر، در آرایه مثل واج آرایی ما نیاز مبرم به شناخت درست واج ها داریم. کنکور 99 رشته ریاضی ما سوال جناسی داشتیم که اگر فرق درست بین صامت و مثبت رو بلد نبودی اون تست رو به اشتباه جواب میدادی. پس من دارم یه سری پیریزی انجام میدم برای بهتر شدن داستان شما. حالا سرتو بگی بالا. اما انواع واج ما دو مدل گفتیم چی داریم آقا؟ واج داریم. واجای ما یا صامتن یا مثبتن. اینو تصویر داری می‌بینی. شما باید مثبت‌ها رو بشناسید. مثبت‌ها هستن ا، ا، او، ا، ای و او. تکرار کن با من. این صدا تو ذهنت بشینه. ا، ا، او، ا، ای، او. اینا حرفای مثبتن. هر حرف دیگه ای شما در زبان فارسی میبینی به اون حرف میگن صامت. مثلا حرف ب جزء ا ا او ا ای او هست؟ نه، پس صامته. ما مثبت ها رو میشناسیم. هر چی به جز اونها یه چیز حساب میشه باریکلا یه حرف صامت حساب میشه که منم برات نوشتم ا ا او ا ای او. بقیه حروف صامتن. فقط یه نکته ظریف یادت باشه دختر خوب، حرف من اینجا اینه، صدای مثبت ها تا جایی که نفس داشته باشیم کشیده میشن. ا ا او ا
او، صدای حروف مثبت چی میشن؟ کشیده میشن. تا اینجا قبول؟ مشکلی بود؟ فکر نکنم. اما بقیه حروف مخصوصا همزه، این علامت همزه رو تو ذهن مبارکت داشته باش. همزه هم یه چیه بچه جون؟ باریکلا، همزه هم یه حرف صامته، این همزه این شیشه کوچولویی که میذاریم. اما میخوام در مورد یه سری از کلمات و یه سری حرفاشون صحبت بکنم. سرا بالا خوب نگاه کن ببین من چی میگم. آقا اینجا رو ببین، اول در مورد انواع واو صحبت کنیم. ما 5 مدل صدای واو داریم تو ادبیات که الان در موردش میخوایم صحبت بکنیم. اولین مدل واویه که صدای او میده، صدای او کوتاه، مثل تو، تو، صدای او میده، این یه مثبته و ما بهش میگیم مثبت کوتاه. آی بازوکی منظور از مثبت کوتاه چیه؟ ا، ا، او، مثبت کوتاه، آ، ای، او، مثبت های بلندن. این گوشه ذهنت باشه. میدونم بچه های انسانی با این یتیکه ارتباط بهتری برقرار میکنن همیشه. اما پس واژه تو واوی صدا او کوتاه میده، ت و او میشه حرفاش و اون واو مثبت کوتاهه. اما یه کلمه ای داری مثل سود، 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 اون واو صدای چی میده؟ آبا بیجلا، او، این دیگه مثبت هست ولی مثبت بلنده و دیگه مثبت کوتاه نیست. دقت کن، ا، ا، او، آ، ای، او، سود. پس این وابم یه مثبت بلنده، حرفای سود رو نوشتم، سه، اون وابی که صدا او میده مثبت بلنده و این دال. یه واب داریم به نام واب معدوله. آی بازوکی اسمش چیه؟ معدوله. اسمش مهمه؟ نه، ولی بدونید کلمه خواهر، به من بگید ببینم تو چت همه آماده باشن، این واو تو کلمه خواهر صدای چی میده؟ همه بنویسن ببینم. خواهر واو صدای چی میده؟ آها، مریم میگه صدای آ، فاطمه و ریحانه و سربناز و اون یکی فاطمه و همه میگن صدای آ میده، ولی موضوع اینجاست، این واو صدای آ نمیده. دقت کن، این واو واو بی صداه، به این واو میگن واو معدوله. یادتون باشه نوشته میشه ولی خونده نمیشه. پس یه بار دیگه، واو معدوله نوشته میشه ولی خونده نمیشه، مثل کلمه خواستار. اون واو نوشته میشه ولی خونده باری کلا نمیشه. خواستار، خواهش، ها؟ مثل خواهر. به این واو میگن واو چی؟ معدوله. مشکلی بود؟ نه. یه واو دیگه هم داریم اینجا مثل کلمه وحید. تکرار کن تو خونه بگو به من، وحید، وحید. دقت کنید، نه صدا او میده، نه صدا او میده، نه مثل خواهر بی صداه، آها، صدای و میده. حالا یه سوال، مثبت ها بودن ا، ا، او، آ، ای، او، این وی وحید جز کدومشونه؟ جواب میخوام، جواب بده ببینم، این کدومشونه؟ ها؟ جزء مثبت ها بود، جزء ا بود، جزء ا بود، جزء او بود، ای، هیچ کدوم. وقتی جزء آباریکلا، وقتی جزء مثبت ها نیست، پس چی بوده؟ آفرین، باریکلا، صامت بوده، دمت گرم. پس واو وحید صامته. دونه دونه حرفاش هم نوشتم، و، ای بالا سرش، هی جیمی، ای و د. پس این واو رو دقت بکنید، در کلمه وحید صامت. ایشالله قسمت شد، تو جلسه های جلوتر برای بچه های انسانی بیشتر خواهم گفت. ما یه مدل پنجمی هم از واو داریم که ایشالله به وقتش من توضیح میدم. این از این. اما بریم سراغ انواع یه. ما یه تعدادی هم باید یاد بگیریم، مدل های مختلفشه و همه چی بستگی به صدا داره. حالا بیا نگاه کن ببین من چی میگم. اولین رو نگاه کن، مثالو، کلمه زیبا، بگو زیبا، زیبا، این یه صدای چی میده؟ ای، بگو ای، زیبا. وقتی یه صدای ای میده مثبته. چه مثبتی؟ مثبته بلنده، آوری کلا. حالا بیا اینجا یاسر رو ببین، یاسر، یاسر، صدای چی میده؟ یه. حالا من بگید وقتی یاسر یه صدای یه میده صامته یا مثبت؟ برام بنویس، یه یاسر صامته یا مثبت؟ بابا برو ببینم، آوری کلا، این یه چیه؟ صامته. تا اینجا قبول؟ بسیار عالی. دونه دونه حرفا هم نوشتم. پس گفتم وقتی علامت یه صدای ای بدهد مثل زیبا، مثبت بلنده. وقتی صدای یه بشنویم صامته. دونه دونه حرفاش هم برات تو جزوه نوشتم. قبوله؟ مشکل خاصی داریم؟ نه. اما
در مورد انواع مشکل میخورید یواش یواش، پس بهش خیلی گوش بدید. اینا ابزار کاری هن برای تکنیکی که من میخوام جلوتر به شما بیاموزم. اوکی بابا؟ پس خوب خوب گوش بده. آقا ما دو تا دسته داریم برای ه. دسته اول من آکن چهه اول، چهه وسط، چهه آخر. هر کدوم از این ها دو حالت صدا میتونن به تو بدن. یا صدای ه میدن، یعنی میشنوی صدای ه، یا نه صدای ا میدن. مثلا من میگم مهتاب، صدای ه داد. راه، صدای ه داد. حاله، حاله، ه اولی صدای چی داد؟ ه داد. آها، پس میتونیم صدای ه بگیریم، مثل عدد ده، مثل دهاتی اون ه صدا میده. وقتی صدای ه میده به من بگید ببینم صامته یا مثبته. به من بگید صامته یا مثبته. بودو ببینم چتتون. آباری کلا بابا، ماشاءالله، باری کلا صامته. اما یه ه هم داریم که بچه ها صدای ا میده، صدای کسره میده، باری کلا. به اون میگن چی؟ ه بیان حرکت. اسمش مهم نیستا، هیه که صدای ا میده. نامه، خانه، آشیانه، ثمره، گوشه، پایه، دهانه، هی آخر، همه صدا چی میدن؟ ا. حالا به هم نگو ببینم، مثلا یک کلمه مثل خانه آخرش همی نویستم ولی اون ه صامته یا مثبته؟ بودو دو چت، بودو ببینم. باریکلا، مثبته. و خانم عسکری محدثه حرف قشنگی میزنه، میگه آقا مثبته کوتاهه. میگم آره مثبته کوتاهه، دم شما گرم، خیلی عالی، خیلی خوب. تا اینجا مشکلی بود؟ فکر نکنم. اما سر بیار بالا. اینجا هم توضیحاتش رو نوشتم. مهتاب، راه، ده، ده، حاله، هه صدا میدن، صامتن. اما نامه، ثمره، آشیانه، پایه و حتی این هه آخر خود حاله صدا ا میده و مثبته چیه بابا؟ کوتاهه. تا اینجا قبول. اما حرف مهم. یه اینجوری ببینم، میخوام یه صحبتی را بندازم با عنوان الگوی هجایی. قشنگ دروش رو بردم که ببینی حتی اگه جزبت هم نداری. خوب گوش بده ببینیم وقتی میگیم الگوی هجایی یعنی چی. اگر کسی اومد به شما گفت الگوی هجایی فلان کلمه رو بنویس، ما باید چی کار کنیم آی پاسوکی؟ ما اول باید کلمه مد نظرمون رو بخش کنیم. پس یه بار دیگه، ما اول باید کلمه مد نظرمون رو بخش کنیم. بعد از اینکه بخشش کردیم، برای هر بخش میایم یکی از این سه تا الگو رو انتخاب میکنیم. آقای پازوکی چه جوری انتخاب کنیم؟ خوب گوش بده ببین من چی میگم. منظور از انتخاب کردن اینه ببینیم که اون کلمه، اون بخش مثلا اولش چه حرفایی توش هست، ببینیم کدوم حرف صامته کدوم مثبته، اینا رو به هم وصل کنیم ببینیم کدوم یکی از این سه حالته. میخوام بهت بگم هر کلمه ای رو بخش کنی، یه دونه بخشش با توجه به حرفایش که صامت و مثبت توش داره، یکی از این چند حالته؟ سه حالته. یعنی یا صامت و مثبت، یا صامت و مثبت و صامت، یا صامت و مثبت و دوتا صامت. یه بار تو خونه بعد هم بگی، یک بگو صامت مثبت، دو صامت مثبت صامت، سه صامت مثبت صامت صامت. تا اینجا قبوله؟ دوستان اتاق قرارن اگه صدای من رو میشنون، این قلمه ما چون نمی‌نویسه به کمک ما برسونن، ولی خب الان نیازش داریم دیگه. یواش یواش خب حواست جمع کن. بیا اینجا ببینم سر تو بگی بالا. یه نکته‌ای در مورد همه این الگوها وجود داره. آی بازوکی چه نکته‌ای وجود داره؟ همه الگوها بچه ها با چه شروع میشن؟ بگو ببینم همه الگوها با چی شروع میشن؟ جواب 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 صفر، باریکلا همشون با صامت شروع میشن. بعد این صامت اول همیشه چی میاد؟ همیشه چی میاد؟ همیشه چی میاد؟ آها آها، بدو بدو، مثبت میاد. حالا آخرش ممکنه هیچی نباشه، ممکنه یه دونه صامت باشه، ممکنه دو تا صامت باشه. پس همه الگوها یه چیزی اولشون ثابت هست، یه صامت با یه مثبت، یه صامت با یه مثبت، یه صامت با یه مثبت. یعنی تو دختر خوب هر کلمه یو تو فارسی بخش کنی، اول هر بخش یه صامت با یه مثبت هستش. قبول آقا؟ اوکی؟ بسیار عالی. حالا بیا بالا ببینم، میخوام یه سری مثال با هم ببینیم. قبول؟
بیا اینجا میدم. خب مثلا یه کلمه مثل مسافرت رو میخوایم با هم بخش کنیم. بچه ها برای من بخش کنیم چند بخشه؟ من این قلمه درست کنم. بلو آباریکلا چند تا؟ آها آها بخش کن بگو. مو سا ف رت. حالا من نگاه کن ببینم، بخش اول هست مو، یه دونه حرف میم با یه او بالا سر. به من بگید ببینم اون میمه صامته یا مصوته. آفرین. اون او بالا سرش چیه؟ اون اوه بالا سرش چیه؟ موه دیگه. مصوته. الان الگوی بخش اول کلمه مسافرت که بود مو شد چی؟ یه میم یه او. میم و او، مه صامت او مصوته. آره زحمت بکشید. از کجا باید فعالش میکردیم نمیدونستم. دست شما دارم. آقا می نویسی صفحه بالا پایین نمیره. اینو میزنید این میره بعد بالا پایینش میکنید. باش. خیلی هم مرسی مرسی. حله بچه ها، پس نگاه کن بچه چی می نویسم. شد مو سا ف رت. بگو ببینم همه باید اوکی هن الان؟ همه باید اوکی هن الان؟ آها میم، میم شد صامت مصوت. م و او صامت مصوت. باری جلا سا صامت مصوت. سین و آ اوکی باش. مرسی ممنونم. ف یه دونه ف یه دونه ا صامتو بگو. ف میشه چی؟ خوش سرم بنویس. آها باری کلا صامت مصوت. بچه رت چی میشه؟ یه ر یه ا یه ت. خوش سرم بگو. ر ر چیه؟ ر چیه؟ آها باری کلا باری کلا ر صامت. بعضی تا آخرشو نوشتن ا مصوته. اون ته چیه؟ صامته. ما الان الگوی هجایی واژه مسافرت رو نوشتیم. مسافرت. حالا نگاه کن هر کدوم از این بخش‌ها رو اگه دقت کنی یه صامت مصوتی جلوشون هست. حالا نگاه کن به اینجا. سرتو بیار بالا. سرتو بیار بالا. سرتو بیار بالا. الگوها رو ببین. الان بخش اولش رو چی داشت؟ بخش اولش شد بخش اولش شد چی؟ مو. مو که شد صامت و مصوت. یه صامت مصوت. به من بگید الگوی شماره چند بود؟ الگوی شماره چند بود؟ آفرین، الگوی شماره یک بود. بخش دوم سا، الگوی شماره یه؟ اونم یک. ف چی؟ الگوی چند؟ اونم یک. رت الگوی چندون بود؟ نه نه نگیسته ها نگیسته ها، یه نفر اشتباه گفت، بقیه همه درسته. الگوی دوم، الگوی اول بود صامت مصوت، دومی شد صامت مصوت صامت، سومی بود صامت مصوت دو تا صامت. یادت اومد؟ ها؟ باری کلا به تو. مرسی مرسی. این از این. حالا به اینجا نگاه کن ببین من چی میگم. سرا بالا سرا بالا سرا بالا. ببین چی میگم. اینا رو صحبت کردیم، اما یه سری نکته در مورد الگوهای هجایی بچه ها وجود داره. نکته مهم در مورد الگوهای هجایی. همه الگوها رو دقت کردید با چی شروع می شدن؟ همه با چی؟ با صامت اول شروع می شن. پس هیچ الگویی با مصوت شروع نمی شه. همه بخش همه کلمات حتما، آره داریم جلوتر مریم موسوی مثال، بخواهم بریم صفحه بعد مثالاشو حل کنیم قبول؟ اما نگاه کن هیچ الگویی با مصوت شروع نمیشه. همه الگوها با چی شروع میشن؟ با صامت. همشون هستن صامت مصوت صامت مصوت صامت صامت مصوت صامت صامت. قبول؟ پس همه با صامت شروع میشن، هیچ کی با مصوت شروع نمیشه. آقا میگه اصلا ممکن نیست در یک کلمه دو تا مصوت هم کنار هم باشه. آقای بازوکی یعنی چی؟ اولا خود الگوها رو ببین. اولا خود الگوها رو ببین. الان توی این الگوها کجا داریم دو تا مصوت پشت سر هم؟ داریم مثلا
دو تا مثبت کنار هم میبینی تو؟ نه. حتی اگه اینا رو پشت سر هم بنویسیم، یعنی یک و بعدش دو رو بنویسیم پشت سر سه رو بنویسیم، بازم امکان داره مثبت کنار هم بیاد؟ جواب آری کلا امکان نداره دو تا مثبت کنار هم دیگه بیان. نه پشت سر هم بنویسیم نه زیر هم بنویسیم. پس در الگوهای هجایی دو تا چیزو نداریم. یک، شروع با مثبت. قبول؟ شروع با مثبت امکان نداره. دوما اگر دو تا مثبت کنار هم دیدی یعنی الگوی چیه؟ غلطه. دو داری افتاد؟ مرسی. اما میگه نحوه نوشتن الگوی هجایی، همونجور که یاد گرفتی اول کلمه مد نظرتو بخش میکنی، بعد که بخش کردی برای هر بخش جداگانه یه دونه چی می‌نویسی؟ خدمت عرض کنم که الگو می‌نویسی. تا اینجا قبول؟ یه سوالی رو خانم شکیبا پرسیده، اگه اشتباه نکنم شکیلا، اگه اشتباه نکنم دوره یه ذره نمی‌بینم، گفته آقا اگه با آ و فلان نکته بعدی رو نگاه کن. خانم شکیلا سوالی که داشتی اینجا هستش، بیا نگاه کن بابا. میگه آقا اگه اول یکی از این کلمه ای ما آ ا ا او ای یا او دیدیم، قبول؟ اگر ما یکی از این دوستان رو اول یک کلمه دیدیم، پس چیو؟ آ ا او ا یا آ ای و او، اگر ما یکی از اینا رو اول یک کلمه دیدیم، در جریان باشید بدانید و آگاه باشید که اون در واقع آ یه همزه است به اضافه آ، اون او یه همزه است با او، این ای همزه است با ای. به من بگید ببینم، جواب منو بده ببینم، وقتی میگم آ همزه است با آ، همزه صامت یا مثبت؟ بنویس ببینم. باری کلا. آها یعنی چی؟ باری همزه جز صامت ها بود، اینجا نوشتم. یعنی این که وقتی یه کلمه رو بهت میدم، اینجا نگاه بابا، یه کلمه ای بهت میدم مثل آسمان، قبوله؟ بذار من اینجا بنویسمش، بذار یه جای بهتر پیدا کنیم. بیا مثلا اینجا که جا خالیه من برات چیزی بنویسم. بیا مثلا اینجا بنویسم آسمان. آقا آسمان رو بخش کن، چند بخشه بچه ها؟ آسمان چند بخشه؟ سه بخش. بخش اولش هست چی؟ باری کلا بخش اولش هست آ، بخش دوم سه، بخش بعدی مان. الان تو با خودت میگی آقا آ با آ شروع شده. آ خب مثبته، ما گفتیم با مثبت شروع نمیشه، ولی خب جوابش تو اون نکته بود، گفتم آقا این آ در واقع یه همزه است به اضافه آ، این آ یه همزه است به اضافه آ. حالا همزه صامته، آه مثبته. حالا آیا بهش ایرادی وارده بچه ها؟ طبق اون قرار داد شد یه همزه با یه آ، ایرادی داره دیگه الان؟ نه. مرسی. حالا بخش دوم سه، شما بگید الگوشیه. آفرین ریحانه، یه سین صامت یه ا مثبت، باریکلا. من یه میم صامته یه آ مثبته، یه نون صامته، آ سه مان صامت مثبت صامت، قبوله؟ اوکی بسیار عالی، اینم از این. اما بریم جلو، من این اضافاتو پاک میکنم، بریم چند تا مثال با هم دیگه ببینیم. همه حواسو جمع، قرار جواب منو بدیا. شیشتونگ حواس اینجا. بیبینیم جلو ببینم. خب بیا صفحه بعد، من هم برات زوم کنم که ببینیم. آقا چند تا کلمه میخواییم با هم الگوشون رو بنویسیم. آقا بسم الله بریم. آقا کلمه آیه بخش کنیم، آیه، این آ ایه. بچه ها یه سوال، ما میگیم آیه یا آیه؟ آره سید مریم، جوابت همینه. سید مریم موسوی میگه آقا ایران هم اینجوریه. بله الان میبینیم یه مثال شبیش. آفرین. آیه
یه سوال دارم، اون ه آخر آیه صدای ه میده یا صدای ا؟ صدای ا میده، باری کلا صدای ا میده، باری کلا مثبت کوتاهه. پس آقا آ رو چی بگیرم؟ آ همزه به اضافه چیه؟ آ همزه به اضافه چیه؟ آفرین، آ همزه که یه صامته، اون آ چیه؟ مثبته، باری کلا. حالا این یه آخر چی میشه؟ یه که صدای یه بده صامته، درسته؟ آفرین سربناز محدثه، باری کلا. این یه صامته، اون هم هم که گفتی مثبته، صدا ا میده. الان شد الگوی هجای واژه چی؟ آیه. بچه همه اوکی؟ تا الان بریم مثال بعدی. همه اینا بازی که برای اینکه من برسم به یه چیز دیگه ها، یعنی اینا فقط یه پیش زمینه کوتاهی برای رسیدن به یه اتفاق بزرگ. آفرین. آقا آیاتو بخشون. آیات. آ همزه به اضافه چیه؟ آ. قبول داری دیگه اولشه. صامت و مثبت. یات میشه چی؟ یات. یه اول چیه؟ صامته. آ جزه مثبت هاست. ا ا او آ ای او. اونه که یادشون رفته. این تم چیه؟ صامته. این هم از الگوی واژه چی؟ آیات. مرسی. حالا به اینجا کلمه خواهشمند بخش کن. بچه من ببینم این واو خونده میشه ولی نوشتم، ببین این واو نوشته میشه ولی خونده میشه؟ این واو خونده میشه؟ خواهشمند تأثیری داره؟ تأثیری داره؟ نه. پس وقتی بخش میکنم دست من نگاه کن، خا هش مند، یعنی اون واو هیچ تأثیری تو کار ما نداره، باری کلا شکیلا. بهش میگیم واو معدوله، نوشته میشه ولی خونده نمیشه، اصلا واج نیست. حالا وایس خا میشه صامت، خ صامته، اون آ چیه؟ آ مثبته. هش، هی که صدا همیده چیه بچه ها؟ هی که صدا همیده چیه بچه ها؟ جواب 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 جواب، آفرین. هی که صدا همیده صامته. اون ای که زیرشه چیه؟ ای که زیرشه، دونه دونه بگو، ای که زیرشه، آفرین. بچه ها خودتون اذیت نکنید، هی بنویسید صامت مثبت میم آره و صاد بذارید، اوکی؟ ای کامل ننویس، خودت اذیت کنی، باریکلا. هش، ه صامت شد، اون ا مثبت، اون ش چیه؟ ش ش ش ش ش ش ش ش ماشاءالله صامته. مند، مند، میم، میم، میم صامته. ا مثبته. نون، نه 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 نه، باریکلا صامته. ده ده ده، آفرین، اونم صامت. حاجی شد صامت مثبت، صامت صامت. به من بگو الگوی چندم بود؟ آفرین، الگوی سوم بود. مرسی. آسایش، برو بریم گله. من رنگ رو عوض میکنم اگه قاطی نکنین. آسایش، برو بریم. آسایش. آقا آ همزه به اضافه آ یعنی چی و چی؟ آفرین محدثه، باری کلا بچه ها، یعنی یه صامت با یه مثبت. سا سا، یه سه یه آ، آفرین آفرین آفرین. یه قدم از من جلوتر باشم میشه. یش، یه اول صامته دیگه، یش برسید، یش چی میشه؟ یش 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 کامل، آفرین، باری کلا. صامت مثبت صامت، گمت گم. بیا آزرده، بیا رنگو عوض کنیم قاطی نشه. آزرده، بسم الله، بخش کن. آزر، بچه سوال، آزرده یا آزرده؟ آخرش صامت یا مثبت؟ اون هی آخر صامت یا مثبت؟ بگو ببینم. آه بودو 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 بودو، باری کلا باری کلا، صده ای میده، مثبته. ما نمیگیم آزرده، میگم آزرده. گفتیم صدای ا بده میشه چی؟ مثبت. اوکی؟ اوکی 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 اوکی، همه فهمیدن؟ چون یه نفر رو وسط اشتباه گفته بودم. یه اوکی بده ببینم؟ بله، باری کلا، مرسی. حالا آ زر د، آ همزه به اضافه آ، بگو ببینم چی میشه؟ آه باری کلا باری کلا، آماده باشه، مرسی. صامت و مثبت. زر زر،
زئوره 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 بود 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 آفرین صامت مثبت صامت د د د آ ولی کلا صامت مثبت اینو یاد گرفتی فقط مونده مؤذن چون جا نمیشد گفتم بیارمش اینجا بنویسم اینجا بنویسم میبینید بچه‌ها این فضا خالی رو آره اوکی اینجا بریم ولی کلا آقا واژه‌مون هست مؤذن بخشش کن مو از زن قبوله ببین قبوله هم داری اینجا رو بنویسم مو اخشاب از با همزه شروع میشه دیگه از بعد زن بخش دومو فهمیدی مو از زن ببین ا که اول همین خودش نمیاد پای همزه ها رو داره گرفتی چی شو یعنی همزه میاد زیرش برای شروع مثل آی اول بود تو آی اول میگفتی آی خالی نیست یه همزه با آی آی اولم آی خالی نیست یه همزه با آی اول بخش دیگه همه فهمیدن اینا مطمئن باشم آها آها باری کرده حالا مو از زن مو میشه یه صامت با مصفت همه جواب بدن دیگه بودو 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 باری کرده از چی میشه؟ بگو ببینم از رو زرنگ باش از رو بگو ببینم زرنگ باش بودو بابا اکثرا درست یکی دو نفر غلط آفرین ببین ا همزه است اول همزه چیه؟ صامت اون ا بالا سرش چیه؟ مثبت اون ز چیه؟ صامت پس میشه صامت مثبت صامت مو از حالا زن زن رو بگید ببینم کامل بنویس زن زن بودو بودو ریحانه گفت شکیلا گفت مهندسه سروناز و ریحانه و زهرام گفتن کیارا گفت هانیم گفت باریکلا زن میشه صامت مثبت صامت دم شما گرم حل بابا مرسی 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 آقا اوکی حالا بیا بریم یه ذره قضیه رو جدیش کنیم این تستر کامل میتونید ببینید یا بیارمش بالاتر بیارمش بالاتر اینجا رو باید پاک کنم که اینا دوباره نیاد اذیتمون کنن بعد بریم ببینیم تو این تست چه مرده حلاجی یه نگاهش بنداز گفته الگوی هجایی ابر و همه با تویی به ترتیب تو کدوم گزینه درست اومده یه بار دیگه الگوی واژه ابر و همه با تویی کجا درست آمده است سه تا کلمه داده بچه الگو رو پشت سر هم نوشته قبل اینکه شروع کنیم به حل آره اوکی قبل اینکه شروع کنیم به حل من یه چیزی بهتون نشون بدم ببین شما میتونی مثلا میگم کلمه اینجا نگاه کن مثلا کلمه آزرده بود آزرده یادته بچه موقع زدن تست زوم میکنم خب اوکی باشه باشه حله هست آزرده میگفتی آ صامت مثبته زر صامت مثبته د صامت مثبته یا ایتی آقا بله 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 آفر حالا من میتونم به جایی که اینجوری بنویسم اینا رو پشت سر هم بنویسم یعنی بگم آزرده اینجوریه نگاه کن بگم خب آقا آزرده آ صامت مثبت زر صامت مثبت د صامت مثبت یعنی اینا رو بیام پشت سر هم بنویسم فهمیدی چی میگم آره خیالم راحت بله حالا بیا اینجا این از این که فهمیدی اینجا هم توی تسته اومده پشت سر هم نوشته به من بگو ببینم ها میخوام زوم کنم که تا قشنگ ببینیش اوکی این بزرگترین حالت ممکنش قبول حالا بیا اینجا ببینم سرتو بگی بالا سرتو بگی بالا سرتو بگی بالا حواس جمع آقا ما یه سری قانون داشتیم آقا گفتیم هیچ الگوی هیچ کلمه با صامت شروع با مثبت شروع با مثبت شروع نمیشه مرسی نکته بعدی که خیلی حائز اهمیته بعد مواظبش باشین گفتم دوتا چی بغل هم نمیتونه بیاد
دوتا چی بغل هم نمیتونه بیاد؟ آفرین، دوتا مثبت، دوتا مثبت بغل هم نمیتونه بیاد. پس شروع با مثبت نداریم؟ دوتا مثبت بغل هم نداریم؟ پیچو میبینم، سر بالا. آقا، گزینه یک رو یه نگاه بندازید، یه ایرادی توشه. اینجاست، دوتا مثبت کنار هم میشه؟ میشه 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 میشه، جواب میخوام. نه، پس گزینه یک کلن منتفیه، این غلطه، اصلا امکان نداره. آقا گزینه دو اول ایرادش چیه؟ بگی ببینم گزینه دو ایرادش چیه؟ آها باریکلا، با مثبت شروع شده این هم نمیشه. گزینه چهار هم با مثبت شروع شده میشه؟ نمیشه. جواب چنده بچه ها؟ سه. این نیازی نبود بخش کنیم و اینا، ولی اصلا صحبت بحث من اینا نبود. قبول؟ این سوال آسون، اوکی، بیا اینجا حالا. صحبت من چیز دیگه ایه. بیا خوب به حرفایی که میزنم شیشتون گوش بده حاجی. حرف مهم و اساسیه. ما یه کلمه ای داشتیم، الان به نشونش میدم. به نام چی؟ به نام آسایش. بزرگ بزرگ برای دو بودم. درست؟ نگران نباش مریم، الان چیزی نیستش که بخوای بنویسی، نگران نباش. اوکی؟ نشیدم سیده، اوکی، مرسی. اما آسایش شما الگو هجایی می نوشتی بچه چه جوری بود؟ می گفتی بیا آسایش، این می شد صامت مصوت، این صامت مصوت، این صامت مصوت، صامت. الان همه دارید می بینید رو، قبول؟ حالا یه سوال ازتون دارم، به من بگید کلمه آسایش چند تا هجا داره؟ هجا یعنی چی؟ هجا یعنی بخش. چند تا بخش داره؟ چند تا بخش داره؟ آفرین، سه تا بخش داره. پس اگه پرسن چند تا هجا، میگی چند تا هجا؟ سه تا هجا. باریکن. حالا اگه ازت بپرسن آسایش چند تا واج داره چی جواب میدی؟ چند تا واج داره آسایش؟ بگی ببینم، بودو ببینم. شکیلا میگه 7 تا، مؤدسه میگه 5 تا، هانیه میگه 7 تا. نظری دیگه نداری؟ یا داری میشموری؟ ریحانه میگه 4 تا. واج میدونی چی بود بچه ها؟ جمع تعداد صامت ها و مثبت ها. کلا یعنی چند تا حرف داره، چند تا صامت مثبت رو همه. نگاه کنید اینجا، دست من نگاه کن، سر بالا. آها، یکی، دوتا، ستا، چهارتا، پنجتا، ششتا، هفتا. مجموع تعداد صامت ها و مثبت ها 7 میشه تعداد چیه ما؟ واج ما. همه الان اوکی شدن؟ زهرا کاشانی، درستا اوکی شدی؟ همه جواب میخوام، بودو ببینم، یه بالا ببینم، ببینم اسمتو. باریکلا، باریکلا، باریکلا. اما حالا این کاری داشته مردن واجاش؟ نه، نه، سخت بود؟ نه. اما موضوع میدونی کجا درد سر میشه؟ بیا نگاه کن ببین پازوکی چی میگه. سر تو بیار بالا بابا. ما یاد میگیریم که مثلا یه چیزی مثل آسایش، مثل آزرده، مثل مسافرت، اینا رو بشماریم. مثلا اینجا به من جواب بده ببینم. آقا کلمه مسافرت رو میخوام اینجا بخش کنم. 4 تا بخش بود دیگه، نه؟ برو بریم. مسافرت. این میشد صامت مثبت. سا صامت مثبت. ف صامت مثبت. رت صامت مثبت. صامت. همه قبول دارید؟ الان برای این مسافرت چند واج داره؟ مسافرت چند تا واج داره؟ بشمور بگو ببینم. بنویسا. آها 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 آها. بودو. ماشاءالله 9 تا. 1 و 2 و 3 4 5 6 7 و 8 و 9. 9 تا واج این داره. اما میدونید دردسر کجا شروع میشه دخترا؟ اینا که ساده است، وقتی یه کلمه ما میدن میگن چند تا واج داره، کار سختی پیش روی ما نیست. دردسر از اینجا شروع میشه که نگاه کن. بیا ببین چی میخوام بهت یاد بدم. یه سوال بزرگی رو نوشتم تو جزوه، الان بهتون میگم دقیقاًم کجای جزوه است که راحت پیداش بکنی. اینم پاک کنم که دیگه مزاحم نباشه. خیلی هم خوب و عالی شد.
حالا بیا اینجا. آقا جان. بیا 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 بیا. این تستره که دیدید همتون. زیرش نوشتم آسایش چند تا واژه گفتیم 7 تا واژه. گفتیم چند تا بخش داره فهمیدی آسایش 3 تا بخش و هجا داره. حالا بیا به من بگید ببینم. چند ثانیه میخوام فرصت بدم. اگه به شما بگه در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند چند واج است؟ چند واج است؟ چیکار کنیم؟ ما میریم سر جلسه کنکور یه همچین چیزی رو به ما میدن میگن چند تا واجه. آیا بازم میشه؟ به سرعت چمور یه آمار بدم. من نگاه دختر خوب سرتو بگی بالا بالا بالا. آها من نگاه کن، صحبت اساسی اینجا اینه. ما 25 تا تست ادبیات داریم تو کنکور. این 25 تا 18 دقیقه زمان دارن، یعنی حساب کنی هر تست 43 ثانیه. به نظر شما میشه واجای اینو تو 43 ثانیه سری شمرد؟ کار خیلی سختیه، شاید بشه ولی خیلی سخته. معلمم راهای عجیب غریب میگن. مثلا میگه دونه دونه حرفا رو بشمر، ا او رو بذار. مثلا میگه د ا ر این س ا ز فلجا. قبول؟ اما میخوایم این ساعت رو بشکنیم، سادهش کنیم. 2 دقیقه به حرف من گوش. چند دقیقه؟ 2 دقیقه به حرف من گوش، کار تموم. بریم جلو. حواست هست؟ تمام انرژی تو بذار. همه این چرت و پرتایی که از من شنیدی تو الان برای رسیدن به اینجا بود. بی بالا. بی بالا ببین پازوکی چی میگه. خب. اگر از شما تعداد واج یعنی تعداد حرف خواستن دخترها، شما باید بگی آقا ما از این قاعده پازوکی پیروی میکنیم. ببین شکلشو ببین، میخوام یه توضیح کلی هم بدم. چی میگه بنده خدا؟ میگه یه چیزیو ضرب در 2 کن، بعد به اضافه یه چیز دیگه کن. غیر از اینه؟ یه چیزیو ضرب در 2 کن، به اضافه یه چیز دیگه کن. تا اینجا همه میفهمن یعنی چی دیگه؟ وقتی میگم 2x به اضافه یه چیزی به اضافه n، همه میدونی یعنی چی نه؟ هول نکن گوش بده، هول نکن گوش بده. سرتو بگی بالا. حالا این x چیه که باید ضرب در 2 شه؟ های پازوکی، این تعداد بخشه. یعنی بچه ها هر چی که بهتون دادن، تاکید میکنم هر چیزی که بهت دادن، چه کلمه بود، چه جمله بود، چه یه خط روزنامه بود، یه عالمه مطلب بود، هر چی دادن اول باید تو با دستت سریع بخش کنی. هر چی دادن اول بخش میکنی. تعداد بخش ها رو بنویس. تعداد بخش ها رو ضرب در چند میکنی؟ تعداد بخش ها رو ضرب در چند میکنی؟ ضرب در 2 میکنی. قبول. جواب نیستا؟ شل شدی ها؟ حالا بیا اینجا. بعد به اضافه یه اینی بکنی. این چیه های پازوکی؟ این تعداد صامت آخر بخش هاست. آقای پازوکی یعنی چی تعداد صامت آخر بخش ها؟ آقا ما یه سری صامت مثبت یاد دادیم، گوش بده که بفهمیم. گفتیم مثبت ها هستن ا ا او ا ای او، درسته؟ به اینا میگفتن مثبت. حالا ما میگیم نگاه کن به آخر هر بخشی که میکنی، ببین آخر بخش صامت داره یا مثبت. بچه ها خاصیت مثبت ها این بود که کشیده میشد صداشون. منظورش اینه برو ببین آخر کدوم بخش استوب میشه، ساکن میشه، اون جاییه که بعد وایسی، اونجا بعد یه چیزی رو بشموری. آی پازوکی یعنی چی؟ یه دقیقه بیا نگاه کن به اینجا که من میگم. ببین ما یه کلمه ای داریم، سر بالا، کلمه ای داریم مثل مسافرت. بخشش کنید مسافرت. چند بخشه؟ 4 بخشه. اینو باید ضرب در 2 کنید. 4 دوتا های 4 دوتا بودو 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 8. این میره کنار، این میره کنار. حالا میگه دوباره بخش کن، آخر بخش ها رو گوش بده. هر جا ساکن شد، هر جا استوب شد یه دونه بشمور، اونجا صامت داریم. صامت های آخر هر بخش رو بشمون. یه سوال ازتون دارم. بخش اول مسافرت هست مو. مو. بچه آخرش ساکن داره؟ آخرش صامت داره؟ یا فقط کشیده میشه؟
آها. آیا صامت داره آخرش؟ آها. وقتی آخرش کشیده میشه یعنی دیگه صامت نداره. باریکلا. پس وقتی میگم مو چیزی باید بشمارم، صامتی بود که بشمارم یا صفر میمونه؟ نداشت. حالا باریکلا صفر خوشم اومد. سا بخش دوم. سا این چی؟ آخرش صامت داره؟ آره آره؟ نه. این هم آخرش کشیده از مصابته. مو هیچی. سا هیچی. ف آخرش صامت داره؟ آخرش صامت داره؟ نه. چیزی بشمارم؟ چیزی بشمارم؟ نه. مو هیچی. سا هیچی. ف هیچی. رت این آخرش صامت داره یا نه؟ آه. یه دونه ت شنیدی. این یه دونه رو میشمارم. حالا یه سوال. گفتیم چند بخشه؟ چهار بخشه. چهار دوتا؟ هشتا. آها. به اضافه یک میشه چند تا؟ نه تا. شیوهشو یاد گرفتی بری مثال زری و آدوستایی بزنی؟ آها. یکی دیگه؟ یکی دیگه بری؟ آسایشو یادتونه همونجوری نوشتی؟ چند تا واج بود؟ هفت تا بود. یادته؟ آسایشو یادت هفت تا بود. مرسی. حالا خودشو بریم بخش کنیم. برو بریم. آسایش. برو. آ سا یش. سه دوتا. سه دوتا. شیش دا. شیش میره کنار. دوباره بخش میکنم. گوش میدم. آ چنده؟ آ صفر نداره. آ هیچی. سا هیچ. ف ببخشید. آسا یش. ش یش یش ش آه یه دونه باریکلا چند تا؟ یه دونه سه دوتا شیش تا با این یه دونه شش و چند تا؟ هفت تا یکی دیگه بریم یکی دیگه بریم یاد گرفتی اول فهمیدید اوکی شدی؟ همین که فهمیدی اوکی هم برو بریم مثلا اینجا کلمه ها رو برای دوبردم آجی اولیش از می نوازد بریم آماده؟ بلند بخش میکنه تو خونه بخش کن دستت آماده جلو بشموری اوکی؟ بخشا رو بشموری بعد بریم تو قسمت انش رو بشموری بخش کنیم می نوازد برو بریم می ن با زد چند تا؟ چهار تا چهار دوتا چهار دوتا هشتا رفت کنار رفت کنار حالا می می اگه نداره بگو نداره بس نداره نبذار 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 آ می نه نه آ وا وا زد آ یه دونه دیگه داشت باریکلا چهار دوتا هشتا با این یه دونه نه تا باریکلا حالا یواش یواش ما سختش کنیم ما بریم بریم جهنم رو میخوایم بریم جهنم رو میخوایم بریم برو آماده بخش آماده بخش برو بریم جهنم سه دوتا بدو 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 سه دوتا شیش تا باری کلا جا جا هن هن آها یه دونه نم نم یکی دیگه شد چند تا کلن شد چند تا آها دوتا باری کلا سه دوتا شیش تا با دوتا با دوتا هشتا تموم شد و رفت یکی دیگه دوستان دوستان بری پر رو چرا دیگه مریم سه تا بخش بود سه دوتا شیشتا دوتا هم پیدا کردیم گذاشتیم رو شد هشتا مریم کلاس ریاضی ها اینجا رو شرکت کن حتما ریاضی ضعیف بوده پایه ریاضی میخوای امسال تو ادبیات داداش خب دوستان دوستان بریم آقا برو بریم جمع برو دوستان دو دوتا دو دوتا دو دوتا آخرشو بریم خسته نکن خسته نکن باری کلا دو دوتا چهار تا میره کنار دوست 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 یه دونه آفرین
دوست. تان. تان. آها. یکی. جمعش رو چند تا؟ دوتا. دوتا چهار تا. با دوتا؟ با دوتا؟ شیش تا. یاد گرفتی سنگینش کنی؟ بیا بریم سنگینش کنی. مسخره بازی دیگه بسته. دیگه دستش اومد. دیگه دستش اومد. دیگه اوکی شده. خب این هم از این بذاریم چیز دیگر دست رو در رفته. آره آه مؤذن و مسافرت هم سریع بریم دستت بیاد. بریم مؤذن. مؤذن سخت هم هست. بریم بخش کن خونه خودت برو. مؤذن سه دوتا این شیشتا شیش میره کنار. مو هیچی. از آها یه دونه. زن آه یکی دیگه شو چند تا؟ دوتا. سه دوتا شیش تا با دوتا هشتا. بچه سواله که من میپرسم جواب بدید جلو جلو نریم. اوکی خیلی عالی بود. یکی دیگه سریع مسافرت دستگرمی ها. اینا همه شوخی ها. میخوایم بریم تست کنکور بزنیم باش. مسافرت برو بریم. مو سا ف رت چهار دوتا آما ماشاءالله هشتا. مو هیچ. سا ف رت آها یه دونه. هشتا یک نو. حالا بی اینجا این جدوله رو میبینی؟ سه تا عبارت طولانی. همیشه یادت باشه، همیشه یادت باشه از روی عبارت های طولانی یه بار بخونید بعد اقدام به بخش کردن کنید. بچه ها هماهنگی شما رو اینجا بیشتر از قبل نیاز دارم. اوکی همه اعلام آمادگی من کنن. همه آمادن بودو ببینم. ماشاءالله پر رو ها. همه جواب میدم پر رو. در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند. یه بار دیگه میخونم. در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند. بریم بسم الله. در این سرای بی کسی کسی این ده تا به در نمیزند. بچه دقت کنید شد چند تا بخش؟ یه ده تا شمردم با این شیش تا شونزه بخش. آقا دو تا شونزه تا میشه سی و سی و بنویس دو تا سی و دو تا رو گذاشیم کنار. حالا بریم ان پیدا کنیم. صامت آخر همه جواب میخوام ها. اگه داره یه دال میذاری، اگه نداره میگی نه. قبول؟ منم دستم برات میشمرشون. برو بریم برو بریم برو بریم. در یه دونه. آها این این یه دونه. سا را یه بی که سی که سی ماشاءالله. به در در ر آها در یه دونه پیدا کردم. نه می ز ماشاءالله. ند ند د آفرین. یکی دیگه با من. سی و دو و چهار سی و دو و چهار سی و شیش. پس این سی و شیش ده بود. بریم بعدی. با دوستان مروت با دشمنان مدارا. یه بار دیگه میخونم. با دوستان مروت با دشمنان مدارا. برو بریم. با دوستان مروت با دشمنان مدارا. چند تا بچه ها؟ آفرین زهرا. سه تا شمردم یه ده تا هم داشتم. سیزده تا درسته؟ حواس جمع باری کلا. سیزده تا دو تا سیزده تا بیست و شیش تا.
حالا نگاه کن. با 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 هیچ. دوس دوس آن یه دونه. باری کلا. تن تن یکی دیگه. باری کلا. مو روو روو آن یه دونه. باری کلا. وات وات یه دونه. باری کلا. با دوش آها یه دونه. ما نان یه دونه. آفرین. مو دا را چیزی بود دیگه تا آخرش؟ نه شد 6 تا. باریکلا جمعه شد 32 تا. همه اوکی شدیم؟ خوب بود؟ قوی ترش کنیم؟ بریم پروتا اینجا. من از بیگانگان هرگز ننالم. یه بار بخون. من از بیگانگان هرگز ننالم. بریم آقا پرو همه جواب میخوام. برو. من از بیگانگان هرگز ننالم. یه 10 تا با یه دونه 11 تا دیگه. 11 تا در دو 22 22 یادت باشه بری کنار. من آفرین یه دونه. از یکی دیگه باری کلا. بی هیچی. گا نه گان باری کلا یکی دیگه. هر آفرین یکی دیگه. گز این هم داره باری کلا. نه نا لم آفرین یکی دیگه. 6 تا. 22 و 6 20 باری کلا بهتون. مرسی عشق کردم. ببین اینا شوخیه. بیا ببین عبارتهایی توی کنکور. آقا سوال داده خوب گوش بده. سوال داده گفته آقا این عبارتی که زیرش خط کشیدم که بهش بچه ما تو سال 12 هم به اینا میگیم گروه بدلی. دمش ایشالله یه قسمت شد باز من رو ببینید و اینا صحبت میکنم. منظور نمیه این عبارتی که زیرشون خط کشیدم بگی چند تا واجم. بریم کلکشون رو بکنیم. بریم انرژی بده بابا. اینجوری که تو میگی بابا نریم که دیگه بابا. مطمئنی میخوایم بریم؟ یا حوصله‌مو نداری من جمع کنم برم؟ بابا اگه حوصله‌مو نداریم بگینا. عجب آدمایی ها. بریم اوکی. یه اینجا ببینم زوم هم میکنم تا ببینیم. الان اینو بشماریم. پر رو بفرمایید. اول عروش پازوکی گفته بخون. این نخلستان خاموش و پر مهتاب. یه بار دیگه. این نخلستان خاموش و پر مهتاب. بریم بلند. این نخلستان خاموش و پر مهتاب. 11 تا. دوتا 11 تا. ماری کلا 22 گرفتی. 22 گرفتی. تمومه. بریم ام پیدا کنیم. این پر رو باش. این یه دونه. نخ آه یه دونه. لس آفرین یکی دیگه. تا نه خا موش آه باریکلا موش یه دونه. و جواب میخوام. و پر آه یه دونه. مح آه داره هی که صدا هی میده. تاب به این چند تاست؟ 7 تا. 22 7 20 آفرین. جواب گزینه 2 بوده. همین زیر چشمون.
قبول؟ بعدی. این تنها پرنده نامرئی، آماده ای؟ ببین خیلی بد قوی باشی تو اینا. این تنها پرنده نامرئی، بسم الله بخش کن با هم داریم میریم. این تنها پرنده نامرئی شد. چند تا بچه ها؟ ده تا. دو ده تا، دو ده تا، دو ده تا، دو ده تا، بیست تا. بیست تو بیزی کنار، بیست تو بیزی کنار. حالا این پیدا کن، گوش تیز، گوش تیز. آماده چطا؟ آماده جواب دادن. این، آها یه دونه، تن، آفرین، ها، پا، رن، آها یه دونه، ده، یه، نا، مر، مر، آفرین یه دونه، ای، چند تا شد؟ با بیستا، چهار تا با بیستا، بیست چهار تا، تموم شد. جوابش میشه گزینه سه. یکی دیگه گفته بیرون از خانه پشت حصار ده رو بشمر. بریم اول روش بخون. بیرون از خانه پشت حصار ده، بیرون از خانه پشت حصار ده. بریم بیرون از خانه پشت حصار ده. باز یازده تا، دو تا یازده تا، بیست و دو تا. بره کنار. بی هیچی، آفرین. رون یه دونه، از یکی دیگه، خانه پش، پش یه دونه، ت ت ه سا ر ده ده ای باریکلا. چهار تا شد، بیست و شیش تا، بیست و دو، چهار، بیست و شیش، همینجاست. آقا اینی که الان میخوایم حل کنیم سخت ترینشه، اینو حل کنیم. یا خیر بگم شرم کم، خیلی اذیتتون کردم، ببخشید. روز جمعه ما کلاس میریم کار میکنیم، ولی شما نباید اینقدر اذیت میشدید، ببخشید. برو بریم ببینم. داستان نویس پر آوازه و موفق معاصر، یه بار بخون. داستان نویس پر آوازه و موفق معاصر، بسم الله الرحمن الرحیم. برو بریم. داستان نویس پر آوازه و موفق معاصر، 17 تا بخش شد، یا 10 تا با اینا، 17 تا، دو تا 17 تا میشه 34 تا. الان ریاضی داشتی دیگه، در حد بلدی. 34 تا. حالا برو بریم. داس داس یه دونه، تن تن یه دونه، نه وی سه پر یه دونه، آ بالی کلا، با ز و مو وف یه دونه، ف ق مو سر سر، آفرین. پنج تا، سی و چهار با پنج، سی و نه تا. آی کلا، این سخت‌ترین چیزی بود که تالا تو کنکور اومده بود. و آخری حرفمون، گفته آقا این کوره راهو بشمر بگو چند تاست. بشمریم. این یه مسخره بازی واسه اون دیگه. کنکور 94 تجربی بوده. برو بریم. کوره راه، سه دوتا، شیشتا، کو
ر راه سه دوتا شیش دار با یکی هفت دار شوخی کردن با مونه شبیه شوخی بود هفت کاری داشت؟ اگر قسمت بشه من بچه ها دفعات بعدی در خدمتتون باشم و فرصتش پیش بیاد ما انشاءالله میخوایم در مورد آرایه های ادبی و یه آرایه از سال دوازدهم یعنی اسلوب معادله بعدن صحبت با شما بکنید. خیلی خیلی خوشحال شدم تونستم در خدمتتون باشم. امیدوارم شما هم استفاده برده باشید. میدونم وقتتون رو گرفتم با صدای نکردم سرتون رو درد آوردم اما امیدوارم که استفاده کافی و وافی رو برده باشید. مخلصم دست شما درد نکنه. مخلصم ممنونم. امری نداری یا علی خدا نگهدار. خدافظ. چاکرم. Thank you.